کتاب انقلابی است با وجود و با آمدن قرآن کریم در میان عرب انقلاب به میان آمد عربی که نه خواندن می توانستند نه نوشتن می توانستند نه مدرسه ای داشتند نه پوهنتون و مکتبی داشتند تعداد قلیل و کمی خواندن و نوشتن یاد داشتند اکثریت مطلقشان جاهل بود علم نداشتند و لاعلم بودند امپراتوری فارس و روم خانه ها را جهال می گفتند و جهال خطاب می کردند به برکت همین قرآن کریم و رسالت رسول صلی الله علیه و سلم انقلاب آمد در میان عرب در میان بشریت یک انقلاب آمد که مردم و بشریت به طرف فراغ و رستگاری طرف کرد و فراغ خواهد کسانی که ایمان آوردن به قرآن کریم کسانی که ایمان آوردن به رسالت رسول صلی الله علیه و سلم آنها زمامدارای دین شدند آنها مقتدا شدند آنها پیشوایان دین شدند و آنها دین برای ما و شما به افغانستان رسانیدند به کنار و گوشه و اطراف و اکناف دنیا رسانیدند و عربی را که فارس و روم آنها را جاهل می گفتند آنها را نادان می گفتند الله متعال به برکت قرآن و رسول صلی الله علیه و سلم آنها را زمامدارای دین گردانید قرآن کریم از آنها با عنوان رضی الله عنهم و رضوا عنه یاد میکنند آنها آنهایی که شاگردی کردن به رسول صلی الله علیه و سلم به خاطر آموختن قرآن کریم زانو زدن نزد رسول صلی الله علیه و سلم آنها صحابه شدند یاران راستین رسول صلی الله علیه و سلم که رضی الله عنهم و رضوا عنه گفته میشه برای از ما آنها سیاست اسلامی در دنیا منتشر ساختند آنها زمام امور سیاسی و اقتصادی و نظامی بشریت به دست گرفتند به برکت همین قرآن کریم چنان یک انقلاب عظیم آمد از آن شاگردان قرآن و از شاگردان رسول صلی الله علیه و سلم فقهای دین به میان آمد ائمه دین به میان آمد صحابه کرام فقها بودند شاگردان راستین رسول صلی الله علیه و سلم بودند آنها فقهای دین شدند آنها زمامدارای دین شدند آنها قدوه و پیشوایان دین شدند آنها سیاسیون دین شدند که امروز غربیا هم شرقیا هم از سیاست آنها متاثر هستند زمام امور بشریت به دست گرفتن آنها امروز غربی ها و شرقی ها سیاست از مسلمان ها و از رسول صلی الله علیه و سلم یاد میگرن و یاد گرفتن از عمر ابن الخطاب رضی الله عنه طریقه و روش حکومت داری را یاد گرفتن روش حکومت داری از مسلمان ها مانده از رسول صلی الله علیه و سلم مانده از خلفا و یاران راستین رسول صلی الله علیه و سلم مانده زمام امور به دست رسول صلی الله علیه و سلم به دست یاران راستینش به دست ائمه دین به دست تابعین و تبع تابعین امروز به دست علما است که علما ورثه انبیا هستند اصلا العلماء و عمراء عمراء و سیاسیون باید علماء باشند زمام امور مسلمان ها و بشریت باید به دست علماء باشد چون علماء از دین خبر دارند علماء از سیاست اسلامی خبر دارند این یاد داشته باشیم که سیاست اسلامی از دین جدا نیست در میان سیاست اسلامی و دین تلازم وجود دارد کسانی بودن و هستن که میگن در میان دین و سیاست جدایی است دین از سیاست جدا است سیاست از دین جدا است آنها ندانستن آنها کور خواندن
بلکه در میان سیاست اسلامی و دین ترازم است. سیاست اسلامی نیست مگر دین است، دین نیست مگر سیاست اسلامی است. در مابین ازیا ترازم است و به این علما میدانند و به این کسانی میدانند که به قرآن علم دارند و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم علم دارند. آنها میتوانند که زمام امور مسلمان را به دست بگیرند، آنها مسلمان را به طرف فلاح و رستگاری دعوت بکنند. امروز ما و شما مشاهده میکنیم. بیایید از نظام اسلامی تان دفاع کنیم، از علمای خود دفاع کنیم، در کنار نظام اسلامی ایستاد شوید. امنیتی که امروز در افغانستان تعمیر است، در طول 43 سال یا 45 سال جنگ و دربدری و خانمانسوزی بود، امروز لله الحمد امنیت تعمیر است. نظام اسلامی وجود دارد. به هر حال مشکلاتی هم وجود دارد. ما بشر هستیم، علما بشر هستند، زمامدارای مسلمان ها و افغان ها بشر هستند، خطایایی هم از یاسر زد میشه. بیاییم در اصلاح تلاش بکنیم، اصلاح بکنیم و در پروی از یا استاد شویم و از مراکز دین، از مقدسات و نوامیس اسلامی من دفاع بکنیم. به هر حال من میخوام سخنرانی بکنم، باز هم یک جهان اظهار سپاس از مشایخ و علما و سیاسیون و زماندارای امارت اسلامی و آن بزرگوارایی که به اینجا قدم رنجه فرمودن تشکری میکنیم از تک تک از واح و از این قوم متدین که در پهلوی مدرسه استاد شدن و استاد هستن، همکاری میکنن، نام دادن، جای دادن و این زمین یکی از ملکای ما که خیلی انسان نیک است، یقینم که به مدرسه داده اگرچه یک پول ناچیز در بدل از این گفته. و من امیدوار هستم که الله متعال دین و دنیای ازوار انشاءالله خوب میکنند. الله مشکلات همه محبین دینه، محبین مدارس، محبین مراکز دینه حل و فصل بسازه و الله متعال قرآن کریمه از سر ما شما دور نکنه و یو علما را از ما دور نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.